سرخط خبرها 42 کشته و 197 زخمی در اعتراضات گسترده روز گذشته زاهدان. وزارت اطلاعات ایران مدعی بازداشت 9 تبعه اروپایی در صحنه و پشت صحنه اعتراضات شد. 3 نفر از نیروهای سپاه و بسیج در حادثه تروریستی زاهدان به شهادت رسیدند. دریادار تنگ سیری، کمربندها را محکم ببندید. و احمدی نژاد، بعضی ها با قدرتمند و مرفه شدن مردم مخالفند. مشروع اخبار 42 کشته و 197 زخمی در اعتراضات گسترده روز گذشته زاهدان. کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد در حمله روز گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به شهروندان بلوچ دست کم 42 نفر کشته و 197 نفر دیگر زخمی شدند. این کمپین شنبه 9 مهر گزارش داد که 160 نفر از زخمی ها با تیر جنگی و بقیه با تیر ساچمه‌ای مورد اصابت ماموران قرار گرفتند. کمپین فعالین بلوچ تاکید کرده که آمار واقعی کشتار مردم بلوچ در روز گذشته به مراتب بیشتر از آمارهای اعلام شده است. شهروندان بلوچ پس از پایان نماز جمعه 8 مهر در اعتراض به تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ توسط فرمانده نیروی انتظامی چابهار و در حمایت از اعتراضات سراسری ضد حکومتی در اطراف کلانتری 14 زاهدان تجمع کردند که با تیراندازی مستقیم و پیاپی نیروهای سپاه، بسیج و یگان ویژه مواجه شدند. وزارت اطلاعات ایران مدعی بازداشت 9 تبعه اروپایی در صحنه و پشت صحنه اعتراضات شد. وزارت اطلاعات ایران همزمان با اوجگیری اعتراضات سراسری و افزایش کشتار معترضان در کشور مدعی شد که 9 تبعه بیگانه از اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد و غیره را در صحنه یا در پشت صحنه اعتراضات بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات شامگاه جمعه 8 مهر در بیانیه‌ای تصریح کرد که ضمن زیر نظر داشتن سفارتخانه‌هایی که شهروندانشان در اعتراضات حضور داشتند، تذکر لازم به دیپلمات‌ها از جمله سفارت‌های آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و غیره داده شده است. طی اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، توسط گشت ارشاد، مقامات ایرانی با نامیدن این اعتراضات به اغتشاش و آشوب، آن را توطئه بیگانگان برای برهم زدن امنیت و تجزیه کشور به شمار آوردند. 3 نفر از نیروهای سپاه و بسیج در حادثه تروریستی زاهدان به شهادت رسیدند. رابط عمومی قرارگاه سپاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق آمار شهدا و مجروحان سپاه و بسیج در حادثه تروریستی روز گذشته زاهدان را اعلام کرد. به گزارش اینا، سرهنگ ابراهیمی زاده روز شنبه آمار شهدای نیروهای سپاه و بسیج در حادثه تروریستی روز گذشته را 3 نفر اعلام کرد و گفت در این حادثه سرهنگ پاسدار سید حمید رضا هاشمی، سید علی موسوی، محمد امین آذرشکر، نیروی خرید خدمت و محمد امین عارفی به درجه رفیع شهادت نائل شدند. وی همچنین آمار مجروحان نیروهای سپاه و بسیج در این حادثه را 32 نفر اعلام کرد. دریادار تنگ سیری، کمربندها را محکم ببندیم. فرماندهی نیروی دریایی سپاه گفت کمربندها را محکم ببندیم و برای تحقق تمدن نوین اسلامی با صلابت پشت سر رهبر عزیز انقلاب اسلامی گام برداریم. به گزارش روز شنبه اینا، دریادار سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری در گرد همایی رزمندگان دفاع مقدس شهرستان هندی جان خوزستان بیان کرد افتخار میکنم در جمع دوستانی حضور یافتم که دوران جوانی را کنار آنها بودم. شما کسانی هستین که شاخص مسیر حرکت رو به جلوی آنان متکی به خون جوانان غیور و شهیدی است که تا آخرین لحظه عمر خود در میدان عمل دفاع مقدس به یاد امام بودند و در مسیر امام استقامت کردند. وی افزود امروز ما با توکل بر خداوند متعال مقابل توطئه‌های دشمنان کوتاه نخواهیم آمد و اگر یک قدم در مقابل دشمن عقب نشینی کنیم، یعنی در حق شهدا کوتاهی کرده ایم و آنها ما را نخواهند بخشید. و احمدی نژاد، بعضی ها با قدرتمند و مرفه شدن مردم مخالفند. احمدی نژاد: با افتخار اعلام می‌کنم که در دولت نهم و دهم هیچ سندی علیه ملت امضا نشد و هیچ امتیازی به بیگانه داده نشد.
متاسفانه عده‌ای هستند که با هر کاری که به قدرتمند شدن مردم می‌انجامد، هر کاری که مردم را قوی می‌کند، مردم عزیز باشند، دستشان در جیب خودشان باشد، شرمنده نباشند و مرفه باشند، مخالفت می‌کنند. با قرار گرفتن ثروت کشور در دست مردم مخالفت می‌کنند. می‌خواهند ثروت کشور دست خودشان باشد تا به هر کس که می‌خواهند بدهند و هر جوری که می‌خواهند توزیع کنند. آنها می‌خواهند ملت ضعیف باشد. به صراحت می‌گویند اگر ملت قوی باشد، دیگر آنها را نمی‌پذیرند.